محمد رهبر همکارم اینجاست در استودیو. این جلسات امنیتی و دستورالعمل‌هایی که از سوی نهادهای امنیتی صادر میشه برای مدیران رسانه‌ای در ایران به چه نتیجه‌ای قرار ختم بشه؟ اینو توجه داشته باشید که هیچ وقت تو ایران به غیر از یه مقطع کوتاهی سال 78 اونطور سر کوی دانشگاه مطبوعات نتونستند این تظاهرات ها رو پوشش بدن. اونجا اومدن کوی دانشگاه رو یه پوششی دادن ولی بعد از اون جلوشون رو گرفتن. تظاهرات های بعدی رو به راحتی نشد که پوشش بدن. حتی قبل از انقلاب هم خودشون تعطیل کردن مطبوعات به اعتراض و باز هم راهپیمایی ها رو پوشش نمیدادن. الان هم همینطوری هستش، یعنی در واقع تیغ سانسور بالا سرشون هست و از اونها خواسته میشه که بیان و بنشینن توی اطلاعات باشون صحبت بشه و مدیر مسئول ها. معمولا خودشون هم خودسانسوری بزرگی داشتن از قبل و این هم باعث میشه که همون خرده خبرهایی که میتوانستن بزنن رو هم از ترس و محاسبه اینکه احتمالا کل روزنامه توقیف میشه رو ازش دست بردارن و این حرفا رو نزنن. اما الان وضعیت خیلی فرق کرده و فقط با اینکه مطبوعاتی که چندان تیراژی هم ندارن اونها رو به سانسور بکنی یا منکوبشون بکنی نمیشه جلوی این اعتراضات رو گرفت و اونها رو نشنیده گرفت. و فکر می‌کنین که این سطح سانسور قراره تا کجا پیش بره و آیا بعد از مطبوعات قراره که در سایر نهادها و در واقع جایگاه‌های دیگه هم اعمال بشه؟ این جمهوری اسلامی از خبر میترسه، از اینکه مردم بدانند که مثلا جنوب ایران شلوغ شده، مشهد شلوغ شده و این تسری پیدا بکنه، از اینکه بدونن که نیروهای سرکوب نتوانستند سرکوب بکنن به شدت هراس داره. مرحله بعدی که پیش خواهند رفت احتمالاً مسئله اینترنت هست، چون الان شهروند خبرنگار و کسانی که موبایل دستشون هست در اون منطقه هستند و احیانا سرکوب ها رو ضبط میکنن، از تیرهایی که شلیک میشه فیلم برداری میکنن، از اینکه کسی زخمی میشه خبری میرسانند. اینها بسیار مهمتر از روزنامه های رسمی هستند که در تهران چاپ میشه و احیانا اونجا اصلا خبرنگار هم نداشتن. اینها رو باش برخورد میکنن، سعی میکنن که اینترنت رو به عنوان یک شاهراه اطلاعاتی قطع بکنن مثل دفعه پیش و نگذارن که این فیلم ها به دست شبکه های بیرون از ایران برسه و نشر بشه و در واقع خبررسانی بشه. این مرحله بعدی که انجام میدن و دست آخر این هم که در مورد اینکه بیان و اینترنت رو محدود بکنن حرف میزنن به خاطر همچین روزهایی است و به نظر میرسه که دوباره اینترنت کند خواهد شد. سپاسگزارم از توضیحات و حضورت. محمد رهبر اینجا در استودیو.